وقتی که ما با قدرت دعا میکنیم و با روح خدا هدایت میشیم زمانیه که ما میتونیم بقیه رو هم به سمت خدا هدایت کنیم و نذاریم که افکار اونها منحرف بشه دعا به صورت زبان ها هم وجود داره این دعا به زبان ها ای هست که به شخص ایماندار توسط روح خداوند داده میشه که به زبانی دعا میکنه که خودش متوجه اون نیست و امکان داره یا ترجمه برای اون نباشه یا فقط اشخاصی که میتونن اون رو ترجمه کنن بفهمند که اون دعا به چه منظور هستش ولی پرستش در زبان ها قدرت بسیار زیادی هم داره که وقتی روح خداوند ریخته میشه و افراد میتونن به زبانها دعا بکنن مانند اعمال رسولان روز پنتیکاست که اونها به زبانهایی دعا میکردن که خودشون نه بلد بودن اون دعاها رو نه متوجه میشن ولی دیگرانی که در اون مکان حضور داشتن اگر از جاهای دیگه ای بودن متوجه میشدن این رو